من مواد اولیه رو خدمتتون معرفی میکنم. سیب زمینی آب پز شده و له شده نیم کیلو، فلفل قرمز یک قاشق چایخوری، فلفل سیاه یک قاشق چایخوری، پودر سیر یک قاشق چایخوری، آبیشن هم یک قاشق چایخوری و نمک یک قاشق غذاخوری. گشنیز داریم که اینو به صورت ساتوری شده استفاده میکنیم به وزن حدوداً 50 گرم. جعفری هم داریم به صورت ساتوری شده استفادهش میکنیم به وزن 50 گرم. و نون لواش که ترجیحاً بهتر این نون لواش خشک نباشه. تو مرحله اول پس ما سبزیجات رو خرد میکنیم و ترکیب موادی که برای سمبوسه داریم. خب پس من جعفری رو خرد میکنم، شما هم گشنیز رو. خب من جعفری رو که خرد کردم توی ظرف میریزم و همین ترتیب گشنیز رو هم اضافه میکنیم و هم مخلوط میکنیم. توی محل ادویه ها رو میتونیم اضافه کنیم؟ ادویه ها رو اضافه میکنیم با هم. فلفل قرمز، من فلفل سیاه رو میریزم. آویشن، شما آویشن رو ریختید. من پودر سیر رو میریزم. پودر سیر طعم خیلی مطبوعی به این غذا میده. نمک رو اضافه میکنیم. پس شد فلفل قرمز، فلفل سیاه، پودر سیر، آویشن و نمک. خب این مواد رو با هم مخلوط میکنیم. بله، در انتها سیب زمین. سیب زمین رو هم میجوزیم. سیب زمینی که پوست گرفتیم، پختیم و توی غذاساز ریختیم و به صورت پوره در آوردیم. بله. خب تو این مرحله دیگه دست کار میکنه و دوست عزیزم زحمت میکشن اینا رو با هم مخلوط کنن. بله، کاملا باید ورز داده بشه تا ادویجات و سبزیجات معطرمون به طور یک نواخت داخل این سیب زمین مخلوط بشه. خب الان شما قراره یک کار دیگه هم انجام بدید که معمولا برای تهیه سمبوسه انجام نمیدن و این مواد و ترکیب رو همینجوری لای نون میپیچن و به من گفتید که قراره که مواد سمبوسه رو کمی تفت بدید، گرم کنید تا طعم ادویه ها بله خیلی خوب به خورد سیب زمینی بره و طعمش کامل بشه. در حد مثلا 2 تا 3 دقیقه کفایته. از این نون لواش نازک هم ما استفاده میکنیم برای بله. بستن بله. حالا وقت بستن سمبوسه هم میرسه. منم یک قطعه نون بر میدارم. همونطور که ملاحظه میکنید به صورت نواری نونا رو برش دادیم. بعضی گوشه هاش زواید اگر داره میگیریم. یه قاشق کافیه درسته؟ بله یه قاشق کفایته. خب حتی جناب شخص میشه بعد از اینکه سمبوسه رو پیچید هم مایه رو داخلش قرار داد. حالا اینو دوستان به هر ترتیبی که راحت تر هستن میتونن انجام بدن. انتهای سمبوسه رو به شکل پاکت و سپس داخلش قرار. خیلی بستنش هم راحته. بله به عنوان یک میانونده خیلی خوشمزه و راحت جناب شخصی میشه تو خونه با مواد اولیه خیلی ارزون و در دست هست آمادش کرد. خب حالا برای چسب این قسمت باز تینون با چه کار بکنیم به نظر شما؟ میشه ترکیبی از آرد و آب رو استفاده کرد که به صورت یک خمیر رقیق تو این قسمت در واقع قرار بگیره. پس این قسمت رو با بلد. محلول آرد و آب کمی میزنیم مثل چسب عمل میکنه. توی روغن هم باز نمیشه. بله و داخلش روغن زیادی نمیده که بخواد اصطلاحاً چرب بشه. سمبوسه هایی که پیچیدیم رو الان توی روغن داغ تحت حرارت ملایم سرخ میکنیم به حدی که طلایی بشه. یه طلایی خوشرنگ بلستی من اصلا میخوام که بیزمه سمبوسه هایی به یک سرخ دما روغن نباید خیلی بالا باشه. اگه دما روغن خیلی بالا باشه سریعا در واقع نونا رو می‌سوزونه. روغن داغ تحت حرارت بله اینا آماده میشه. تو یک صافی قرار میدیم روغنش کاملا کشیده بشه و بعد میتونیم به صورت داغ اونو سرو. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.